با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، مثل اینکه حملات گسترده راکتی به سرزمین‌های اشغالی هنوزم جریان داره و دامنه حملات به تل آویو رسیده. منابع اسرائیلی تعداد نفوذ نیروهای مقاومت رو ده‌ها مبارز عنوان کرده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله راکتی گسترده مقاومت فلسطین در نوار غزه به اراضی اشغالی خبر دادن و گفتن که این حملات تلفات زیادی بر جای گذاشته. این سناریویی هست که از آن می‌ترسیدیم و شهرک‌نشینان در شهرک‌ها گروگان هستند. اکنون آژیر خطر در سراسر بیت المقدس به صدا درآمده. منابع عبری زبان اعلام کردند که نتانیاهو و نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم قرار یه جلسه فوری برای برآورد اوضاع امنیتی برگزار کنند. فکر کنم اول صبح خودشون رو خیس کردن. همچنین خبر رسیده که رزمندگان مقاومت فلسطین در یک شوک خبری به جهان در حال پاکسازی معابر از وجود صهیونیست‌ها هستند. یکی از رهبران جنبش مقاومت فلسطینی گفته طوفان الاقصی پاسخی به جنایات اسرائیل است. رزمندگان مقاومت در نوار غزه عملیات گسترده‌ای را به منظور دفاع از مسجد الاقصی و آزادسازی اسرای فلسطینی آغاز کردند. کرانه باختری در این نبرد حرف اول و آخر را می‌زند و می‌تواند با تمام شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری وارد درگیری شود. اینم از سجده شکر رهبران مقاومت فلسطین در پی عملیات موفقیت‌آمیز صبح امروز. سجدة الشكر إن شاء الله على هذا النصر. اللهم أتم نصرك وأذلنا يا رب لشعبنا وأمتنا. الله أكبر. الله أكبر الحمد لله در حالی که رژیم صهیونیستی در سراشیبی نابودی قرار گرفته، اینتراشقال در گفتگویی با وزیر نتانیاهو در بیت المقدس انتقال مدیریتش به موساد رو تایید کرده. از حمایت علنی مجری اینتراشقال و حرص و ولعش برای حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران تا درخواست عوامل این شبکه از سران رژیم صهیونیستی برای افزایش تهدیدها و تحریمها علیه ایران. حدود 6 ماه پیش اینجا در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کردم تا از او درباره سیاست‌های کشورش در قبال جمهوری اسلامی بپرسم و همینطور حمایت این کشور از انقلابی که در ایران در جریان است. مهمان این هفته من از همین شهر وزیر امور استراتژیک کابینه بنیامین نتانیاهو است. از نزدیکترین مشاوران به نخست وزیر اسرائیل بیش از 2 دهه است که با هم همکاری می‌کنند و 8 سال سفیر این کشور بوده در ایالات متحده. Right, you mentioned a credible military plan and action a few times in this interview. What is exactly a clear military plan and action? What are the elements of this plan? Well, listen, a clear and credible threat, I think, is essential in order to prevent a rogue regime from developing nuclear weapons. I mean, this is something that the prime minister has talked about on many occasions. And I think the route of diplomacy is not going to get us where we want to go. مردم دیگه به ذات این شبکه‌های تروریستی و دست‌های پشت پرده کاملاً پی بردن. Without a credible military threat. It begins with a credible military threat so that the leaders of Iran know that if they cross certain red lines that there would be military action against them. Whether it's the United States would be the best because of the power they have. And certainly Israel. That was my next question. Will Israel act independently if it's needed, without U.S.'s approval? Absolutely. Israel acted independently before. When we bombed Osirak in 1981, the Reagan administration wasn't aware. Speaking of this capability, it means that Israel has a credible military plan. When a prime minister of Israel threatens another country with a credible military threat, they should take him very, very seriously. به جای اینکه ایران رو تهدید کنین، بهین یه فکری به حال نیروهای مقاومت بکنین که تو تل آویو آتش بازی رو انداختن. از پس نیروهای مقاومت بر نمیایین، اون وقت میخواین با ابرقدرت منطقه در بیفتین.
How is Israel supporting Iranian people right now? Well, I think next, I don't know if it's going to be in a month or 2 months or 3 months or six months. It's going to happen. There's going to be a spark. And at that point, the whole thing could change. If the outside world says, we're not going to do business with this regime, we're not doing deals with this regime, we're going to put a credible military threat and we're going to make sure that they know they're not going to race to the bomb. We're going to put crippling sanctions and prevent them from selling oil, and we are going to back the people of Iran. What do you think of these three words? Woman, life, freedom. I'm for all of them. I'm for all of them. I think it's wonderful. Ambassador Ron Dremmer, thank you for your time. Thank you. واقعا این استاندارد دوگانتون کشته ما رو. هم حرف از تحریم‌های سنگین و حمله نظامی به ایران میزنن، هم ادعا میکنن که از مردم ایران حمایت میکنن. داستان اما اینجا جالب میشه که دقیقاً بعد اینکه اینتر آشغال انتقال مدیریتش به موساد رو تایید کرد، نیروهای مقاومت هم حملات شدید خودشون رو به اسرائیل شروع کردن. با این اوضاع اینتر آشغالیا مجبورن دنبال یه ارباب جدید بگردن تا ازشون حمایت کنه. بریم با این خبر سوزش این جماعت وطن فروش رو بیشتر کنیم. علیوف در دیدار با وزیر راه کشور گفته که دوستی ایران و آذربایجان عاملی مهم برای منطقه است. آذربایجان به فعالیت‌های خود در زمینه ایجاد گذرگاه‌های حمل و نقل در قالب‌های همکاری دو جانبه و چند جانبه ادامه می‌دهد. آذربایجان آغازگر همکاری‌های 3+3 بوده و از نظر باکو برگزاری هرچه زودتر نشستی در این فرمت گامی مثبت محسوب می‌شود. آقای بذرپاش هم در این نشست گفته در راستای ابتکار ایران راه گذرگاه ارس از آقبند تا جلفا در ایران عملیاتی و اجرایی می شود. سد خداآفرین بر روی رودخانه ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان باید آبگیری شود. آماده ارتقای سواپ نفت و گاز دو کشور با همکاری ترکمنستان هستیم. به کوری چشم دشمنان ایران که این همه کوریدور زنگزور کوریدور سیونیک کردن، آخرش شد کوریدور ارس. بقیه کارشناسانی که تا دیروز تحلیل هایی در مورد جنگ ارمنستان با باکو می کردن هم به مرور زمان بی سر و صدا واقعیت رو قبول کردند. بدون ارتباط دادن اتفاقات قفقاز به جای دیگه به برنامه ترکیه در شمال سوریه میپردازن. قیافه اردوغان واقعا دیدن داره. سردار سلامی هم در مورد درگیری ها در شمال سوریه گفته مقاومت انتقام جنایت هومس را میگیرد. فرمانده کل سپاه در پیامی به وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش سوریه گفت عاملین جنایت هومس و حامیان آن با پاسخ بزرگ و انتقام غافلگیر کننده مجاهدان مؤمن و رزمندگان مقاومت اسلامی مواجه و تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. انتظار جامعه جهانی بران است که سازمانها و نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسئولیت خود در قبال اشغالگران سرزمین سوریه و برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم این کشور عمل کنند. ارتش سوریه با همین دست فرمون جلو بره از این تصاویر بیشتر خواهیم دید. تروریست های چند ملیتی القاعده شامل ائتلافی از تروریست های ترک تبار، اویغور، ازبک، قرقیز، ترکمن و غیره که فکر میکردن شهر ادلب امن هست و از سراسر آسیای مرکزی خانواده هاشون رو با هدایت سازمان امنیت ترکیه به شمال سوریه آوردن تا ادلبستان اردوغان رو تشکیل بدن و واسهش خلافت درست کنن. اما انتشار این تصاویر که فرار خانواده های تروریست ها از ادلبستان رو نشون میده مشخص میکنه سیاست انهدام چیزی که از زلزله باقی مونده خیلی درست داره. نباید حتی یک کپر برای زندگی کردن این آدمکش‌های حرفه‌ای وابسته به اردوغان و شیخ قطری باقی بمونه. باید همشون فراری بشن، مثل این تصویر که گفته میشه مربوط به دیروز هست. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.